زندگی آدم ها فاصله بین خوشبختی و بدبختی خیلی کمه. این میتونه یه روز باشه، میتونه دو روز باشه یا بیشتر. اما تو زندگی من فاصله بین خوشبختی و بدبختی یه ماه. یه ماهی که تو این 60 سال زندگی هی برام تکرار شده. تموم این یه ماه گذشته فکر من این بود که دست تقدیر با آدم چی کار میکنه. یه بار از پشت بهت ضربه میزنه و پرتت میکنه تا کیلومتر جلوتر. یه بارم دقیقاً به جلوت ضربه میزنه که اون وقت باید وایسی و درد بکشی. زیبا جان، اما این پروازی که گرفتی مطمئن؟ آره ماشال مطمئن. آه اینجا اونجاییه که اگه ممنوع خروج باشی میگیرن. بله همینجاست. میگه اما بابا تو اینجا خف نکنن یهو. ای بابا تو چه اینقدر فاز منفی میگی؟ همچه استرسی دی بابا، من مشکلی نداره که. چه استرسی داده؟ آن هواشناسی چک کردی؟ یهو مثلا طوفانی برقی ردی چیزی نزنه بابا، هواپیما ایران میگن مطمئن نیست. ماشاءالله به خدا یه دفعه دیگه از این حرفا بزنی ها میزنن تو همین فرودگاه فک فک بابا. ولی اطمینان دارم تو برو اذیت نکن بابا. استرس بدی داشتم، از هر کس و هر اتفاقی میترسیدم. این ترس سالهاست با منه. همیشه وقتی قرار بود یه اتفاق خوبی برام بیفته همه چیز به هم میریخت. درست مثل سالها پیش، زمانی که قرار بود بشه بهترین روزهای زندگی من، ولی قضیه یه جور دیگه شد. خیلی خب، قبل از اجرای حسن شمایزاده عزیز نوبت معرفی چهره امشبه. خبر ستاره با افتخار معرفی میکند خواننده‌ای که امشب اولین برنامه زنده‌اش رو اجرا میکنه و قراره تا یک ماه دیگه یعنی اسفند ماه به مناسبت نوروز باستانی اولین نوارش بیاد توی بازار. خانم آقای این شما و این ابراهیم خوش‌سینه. حالا هر کی خیر تو کمرشه بیاد جلو، میخوایم امشب این سالن رو منفجر کنیم. خانم ها بلند شه. ماشاءالله از دلی که ما سنگ غم شکسته چه انتظاری داری؟ از مرغی که کنج قفس نشسته چه انتظاری داری؟ از اونی که عمری واسه دویده روز و شب یه گوشه ای افتاده خورد و خسته چه انتظاری داری؟ قربونت برم برادر، من اصلا کاری نبودم. من یه ویولونزنه بدبختم، میخواد به اعلی حضرتم فوش بدم. مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. قربونش رو رات رو بلوم اصلا بلندتر میگم، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه. من دیدم خانده درف ما دوتو چی بود؟ شمایی زده بود؟ نه یه یارو ریشوه بود، فکر کنم جدیده. خواننده کجا رفت؟ همه جا رو بگرد، تمام این مکانهای فساد باید جمع بشه. من تو اوج خوشبختی بودم که همه چی به هم ریخت. یعنی اگه به جای بهمن اسفند انقلاب شده بود به هیچ جا بر نمیخورد. مردم به آرزوشون میرسیدن، منم به آرزو میرسیدم و یه خواننده معروف شدم. اون وقت همه با هم رنگ خوشبختی بودم. صحنه‌ای که قرار بود بشه سکوی پرتاب من شد چاه سقوطم. گویا اونجا مرکز انواع و اقسام خلاف بود و من تاوان شدم. بابا جان مرد که نوبت چون هست؟ آقای ابراهیم خوشلا؟ بله بله. کجا داشت میبینی؟ کجا داشت میبینی؟ اسلام ما بفهم، میتونی بری؟ نمی نماشه. بالاخره انگار این دفعه داشت رویای من به حقیقت نزدیک می‌شد. من از گیت رد شدم و کسی با من کاری نداشت.
خدایا چه لذتی داره قدم به قدم به عشقت نزدیک بشی. خوب یادم این حس رو یه بار دیگه هم تجربه کرده بودم. بله کیه؟ کیه؟ چرا جواب نمیده؟ لاله کره چرا جواب نمیدی؟ اومدم مریم یا امام هشتم ابراهیم سلام یا قمر بنی هاشم مریم یا قمر بنی خوش اومدی دلم برا تنگ شده بود خوش اومدی آزاد شدی به من افخورد داری چی کار میکنی؟ زندگی خرج داره وقت همسایه ها میگیرم میشورم اوتو میزنم میدم بهشون خرج زندگی رو در میارم بمیرم برات ببینم دست تو بهت قول میدم این دست تو آخر اون تو ناز نعمت باشه ولی خب خدا رو شکر یه سرپناهی داشتی که توش بمونی همون روزا شمعی زاده و بقیه فرار کرد حسن گفت مواظب خونم باشین تا برگردم منم همینجا موندم هر چی رو که تونست با خودش برد ولی یه چیزای هنوز هست گیتارش چی شد؟ گیتار رو با خودش نبرد همش هم زنگ میزنه سراغش رو میگیره میگه مواظبش باشین خیلی نگرانه تو چقدر سختی کشیدی ولی بهت قول میدم همه چی درست میشه برام بخونه برای مگه انقلاب نشده؟ چرا؟ ولی میریم تو اتاق درا رو میبندیم پنجره رو میبندیم پرده رو میکشیم نوکرتم هستم بریم اون روز رفتیم تو اتاق درها رو بستیم پنجره رو بستیم پرده ها رو کشیدیم و من خوندم حدود 9 ماه بعد خدای دختر بهم داد که اسمشو گذاشتیم زیبا از لوک مژگان میزنی تیرم چند تیرم چند تیرم چند غم عشقت منو از پا افکن پا افکن پا افکن چرا میزنی 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 یار چرا میکشی 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 یار تو با ناوک مژگان همه خلق جهان را همه تیر جهان را جانم همه تیر و جوان بابا خیلی خوب میخونی چی آخه این کار؟ صبح تا شب شب تا صبح نشستی به این بچه خوندن یاد میدی 5 سال از زندان اومدی بیرون هیچ کاری نمیکنی اینجوری به من قول داده بودی ابراهیم؟ برفرزم این بچه شد خواننده. آخه زن توی مملکت میتونه بخونه؟ مملکت جنگ ابراهیم جان مردم دارن شهید میشن خدا نکنی یه پسر به من بده غلکن که بشه از دستمون زن دختر پسر چه فرقی میکنه نگاه این قمری داره میخونه حالشو ببر باباش که ابراهیم تاتلیست بوده برو بیایی داشت 2000 در آورد که دخترش در بیاره اگه انقلاب جای بهمن اسفند شده بود یعنی یه ما دیرتر من کلی معروف شده بودم کلی پول در آورده بودم خداییش همه جا بهم گفتن ابراهیم تاتلیست چی شد ابراهیم تاتلیست من نمیدونم چی شد میدونم دیگه به اینجا هم رسیده خسته شدم بابا من دیگه نمیخونم مامان ناراحت شد خیلی نداره بابا جون من الان میرم تو درها رو میبندم پنجره رو میبندم پرده ها رو میکشم میشینم باهاش حرف بزنم از دلش در میارم شما تو نیا یا بعد از صحبت من و مریم خدا یه پسر به همون داد که اسمشو گذاشتم فهد فهد از روزی که به دنیا اومد با خودش سیلی از اتفاقات عجیب غریب بود مریم سر زا رفت جنگ ایران عراق تمام شد زیبا رفت مدرسه من یه کار پیدا کردم بعد از مریم من هم برای بچه ها پدر بودم هم مادر باید خرج زندگی رو در می آوردم اگه هم با این باشه بارونه میگم اون باشه
دل سر پناه کنون از تو بزار میبستم اگر بارون باشه بارون نیم اون باشه دل سایمون کنون از تو بزار میبستم حالا پسرم باش. تو این سالهایی که از مرگ مریم گذشت من هیچ وقت ازدواج نکردم. تو همه این سالها من جای خالی مریم رو با زیبایی پر کردم که روز به روز به مریم شبیه تر می شد و من با او وابسته‌ام. جان قربون صدات برم من. جان خودم سلام علیکم. چیکار داری می‌کنی؟ نمی‌بینی ریش می‌زنه. داره تیغ می‌زنه. بابا ما بابا سیامک این هفته می‌خوام یه خواستگاری. سلام. چی بگم بهشون؟ بهشون بگو بی خود کردم. چون اونجا نذارم. چرا؟ پسر سربازی نرفته. علاف کاری نداره. قیافش مثل بز میمونه. دوزر صدا نداره. وقت بیاد دختر همیشه تمام منه کم صداش خوبه. هم قیافش مثل مهربان رو میمونه رو بگیره. غلط کرده به گروه پدرش خندیده. به افتخار پدر عروسی تاپ مرتب بزن اینجا امشب افتخار دادن برای امشب چه زغم دیوانه شدم آوانه هر میخانه شدم با خانه دل بیگانه شدم آلوده هر پیمانه شدم دیوانه شدم دیوانه تو گوشم با رفتن زیبا فکر کردم که تنها ترین آدم دنیام. خیلی دلم گرفته بود. دخترم، زیبام، همه وجودم رفته بود و من دوباره تنها شدم. سلام بابا شو. سلام. خیر این وقت شب؟ خیر نگران نباشی. با اجازتون اومدم پیش شما. اینی که خودم دارم میبینم. سیامک کو؟ من از سیامک میخوایم از هم جدا شیم. شما راست میگفتی بابا جون. کسی که نمیتونه بخونه شوهر خوبی واسه من نمیتونه باشه. مزخرف نگو. این که بهونه است. من دیگه بر نمیگردم. به خود اون یه دیوونه است منو میزنه. میگه صدات در نیاد نخون نرو نکن. خودتو به اینجا رسید. من باش حرف میزنم. شما فقط یه ماه عروسی کردین. آنو بالاخره باز خالی کنیم یا نکنیم؟ کیه؟ راننده وانته وسایلم آوردم بابا. بس فکراتو کردی؟ بابا به فهد میگیم بیاد کمک کنه وسایل خالی کنیم. فهد نیست. کلی بدهی بالا آورده. الان 4-5 روز از ترس طلبکارا پشت خونه نمیذاره. همه زندگی و پول منو به باد فنا داده. سر شب اومد خونه گفتم میرم دنبال پول. الان نیست. فهد برای همیشه از پیش ما رفت. یه نامه از خودش به جا گذاشت. اون گفته بود که میره ترکیه و از اونجا آمریکا. تا وقتی به این جمله فهد میرسیدم که میرم تا خواننده معروفی بشم آروم میگرفتم. کاری که من نتونستم انجام بدم و اون میخواست انجام بده. با پول کمی که داشتم یه ون قسطی خریدم و روزا سرویس مدرسه میبردم. شبا با بچه ها میرفتیم مجلس و سعی میکردم طلبکارای فهد رو راضی کنم. زیبا به خاطر علاقه‌ای که داشت و صدای موروثی خانواده‌مون تو خونه آدمای مهم مولوری میخونه و خدا رو شکر به زندگیمون کمک میکنه. اون بعدش نمیاد یه فرصتی پیش بیاد تا منو برداره بره پیش فهد، اما من مخالفت میکنم چون دلم نمیخواد اون از دست بدم، چون اینجا جای منه با همه مشکلاتش. یه دختر دارم شو نداره، صورتی داره ما نداره، از خوشگلی تو نداره. سلام. ببخشید بشم مرسون تموم شد، واسدم غذا بگیرم. چه خبر این همه غذا؟ در عوض یه خبر خوب براتون دارم. چه خبری؟ اگه بهت بگم بعد از این همه سال میتونی کنسرت بذاری و بخونی و معروفشونم توی یه کشور دیگه چی میگی؟ باز نقشه رفتن کشیدی؟ نقشه کجاست؟ همین الان هاش خانم زن معاون وزیر خارجه تلفن زد هماهنگ کرد. به کی زنگ زد؟ چی هماهنگ کرد؟ چند وقت دیگه هفته فرهنگی ایران تو کشورهای مختلفه. قرار بود استاد مروتی بره ترکیه برنامه اجرا کنه، ولی انگار یه متن اعتراضی به مسائل کشور گذاشته تو صفحش. اینا گفتن که استاد مروتی نباید بره. اینا رو هاش خانم زن معاون وزیر اطلاعات بهم گفت. حالا الان دنبال اینن که یه هنرمند برجسته دیگه پیدا کنن بجاش بفرستن. هفته فرهنگی دیگه چه سیغه‌ایه؟
هفته فرهنگ هنرمندای معروف یک کشور به خرج دولت برای نشون دادن فرهنگ اون کشور میان توی کشور دیگه برنامه فرهنگی اجرا میکنن. چه دخلی به من داره؟ من تو همین مهمونی مخ حاج خانم زن معاون وزیر ارشاد زدم شما رو بفرستن. بابا اینا اصلا ما رو هنرمند نمیدونن. یا میگم مطرب. بابا جون. خدافظ. بابا. چه برنامه؟ میگم سر کارم گذاشتی یا داری واقعی میگی؟ واقعی واقعی. من وقتی تابوس منم تو زناموس منم تو گذر دروس منم شهر بی چوبی منم لوگر بی چیسه منم عالم بی من اشنه بی آب منم من همه ی مردان نامی و بیرامی هم که یا مردن یا بعدن میمونم از همه ما یه نام میمونم یه یاد یه رس میمونم یه سن آدم... روشن کن بابا جون تو رو قرآن خودتو ناراحت نکن با بابایلت سریع دراز الدنگی به شروع بگیر ببینم کجاست آمریکا الان ساعت چنده آخه دخترم زیبا جان بابا بگیرش این پدر سگو مردی که دراز لنده هور تو با اون هیکلت خجالت نمیکشی؟ زندگی منو به باد دادی بلند شدی رفتی با اون همه طلبکار شدی خواننده که من اینجور سگده بزنم بدهی تو رو بدم خجالت بکش خواهرت برات چک داده حکم جلبش گرفتم ممنون خروجش کردم تو بعد اینجوری آبروی منو میبری سلام آقا جون نوکرتم آقا من گفتم که همین روزا براتون پول میفرستم اوضاع ردیف میشه این همین روزا کی میاد 5 ساله داری همین مزخرفات میگی دلم خوش بود که میخوای بری خواننده بشی آخه اینم شد خوانندگی چرا آبروی منو میبری او مای گاد آقا جون سبک منو دیگه خاک بر اون سرت کنم با این سبکت به ارواح خاک مادرت بلند میشم میام آمریکا تو همون خیابانای ماساچوست میگیرم مثل سگ با دگت میذارم میارم تهران ولش کن بابا پامون رسید به خاک ترکیه از اونور میندازیم میریم آمریکا اینو گیرش میاریم پولمون از حلقمش میکشیم بیرون میریم آمریکا باز چی تو سرته من چیزی تو سرم نیست من فقط داشتم فکر می‌کردم شما رو به آرزوت برسونم مگه همیشه خواب نمیدیدی توی صحنه بزرگ وایستادی کلی آدم داره نگات میکنه داره میخونی این همون آرزویی که همین سال خوابشو میدیدی؟ نمیدونم ترسیدم من آمادگیشو ندارم بابا آمادگی نمیخواد بابا تو همه این سال شما میخونی فقط تو رستوران و عروسی ها الان وقتشه واسه یه جمعیت زیاد بخونی آخه کنسرت گروه میخواد ساز میخواد تنهایی که نمیشه همه اونا رو من درست میکنم کافیه شما بخوای ها؟ من خودم با بچه ها سفارت حرف زدم شما دو نفر میتونی با خودت ببری یه نوازنده با من یه نوازنده؟ خسته نباشی یه نفر؟ خب تو نیا با همینا رو من درست کردم بعد من نیا نمیشه نمیشه من خدا بیامرزه شما یه نوازنده با خودت بیار هر کسی رو دوست داشتی بقیه‌اش اونجا با من چی تو سرته من میدونم تو داری به هر دری میزنی پیش فهد بری یه نقشه است استاد مروفتی هم با این نوازنده میخواست بره اصلا تو مگه ممنون خروج نیستی چجوری میخوای پول بری بیای اولا اون پول بدهی من تنها نیست بعدشم فکر اونجاشم کردم اون شب زیبا هر چی من گفتم یه جوابی داشت با پولی که واسه برنامه میدادم خودش از ممنون خروجی در می آورد و میتونست بیاد منم که سرگشته و دیوانه خوندم بودم نمیتونستم در برابر حرفای مقاومت کنم حتی اگه زیبا دروغم میگفت دلم میخواست این دروغ شیرین رو باور کنم تصمیم گرفتم برم سراغ ماشاءالله آخه اون یه نوازنده نبود 10 تا سازو با مهارت میزد من سالها بود ازش خبری نداشتم و به زور آدرسش از زن سامتش گرفتم دوستی دوستی ایم فنا جون دلم جون و دلم ابرام خوش سینه سرگر در قدم تو بدهم باز خجلم تو کجا اینجا کجا تو کجا اینجا کجا این دسته باز آرشه بکشه نپتک بکوبه دیگه کاره دیگه قربونت برم باید نون در بیاریم بالاخره 8 سال شد اصلا نتونستم تحمل کنم جون تو این بود که شدیم مارشال صافکار جای مارشال پنجه طلا تو چطوری خوش سینه؟ منم دیگه خوش سینه نیستم
عوض کردم فامیلی رو شدم خوشلن، یعنی دخترم عوض کرد، حقم داشت، خجالت میکشید. بزرگ شده پدر سوخته ها؟ اون بزرگ شده ما پیر. نیکو نوکرت. چی شد؟ قبول نکرد. چرا؟ نمیخواست دوباره کاری که به زحمت توش شو افتاده رد دست بده. من باش حرف میزنم. فایده نداره بابا. یه دقیقه وایسا. زیبا رفت، ماشاءالله راضی شد. نمیدونم چجوری، حالا ما باید آماده میشدیم برای رفتن. الو فاد، چطوری داداش؟ کارو زندگی نداری؟ وقت به وقت ما زنگ میزنی؟ بهت گفتم کار واجب داشتی آخر شبا بهم زنگ بزنی. اول شب آخر شب نداره. کجایی شو یواش حرف میزنی؟ چیکار کنم؟ داد بزنم و یواش حرف میزنم دیگه. خونه خودت نیستی؟ عجب بچه پررویی هستی، حواست به همه چی هستا. دارم میام تو اتاقه. بیشور یکم پول بفرست، این ور اوضاع خرابه، دلار آمریکا کشیده بالا، یه نفر آدم چقدر مگه جا میخواد؟ فرستم. اوه 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 اون کیه؟ چیه داداشته؟ خوش دیپ شدم نه؟ فاد. الو الو بیشور فاد فاد. یا امام هشتم، چه خاکی به سرمون شده؟ فاد چی؟ چیزی شده؟ هیچی بابا، با فاد داشتم تلفن حرف زدم قطع شد، چیزی نشده. نگران فواد نباش، اون هیچ اتفاقی براش نمیفته. خدا رو شکر. بابا جونم. هیچ بابا، تو رو خدا راست چی بگو برای فواد اتفاقی افتاده؟ راستش با فواد که داشتم تلفنی حرف میزدم یهو یه دختر اومد تو خونه. یعنی چی؟ خودش اومد تو خونه یا به زور آوردش؟ با کلید اومد تو خونه. ببین چه جوری پولای ما رو بالا کشته، اونور داره اشغال میکنه. به خدا این نامردیه. خونه رو عوض کرده، خونه بزرگ گرفته. منظورت اینه که معروف شده، پولدار شده، رو عیاشی میکنه؟ نمیدونم، ولی دختره هم جوون بود، هم خوشگل بود. بد به دلت راه داره. دختره همسایه بوده. با این مشخصات که میگه عمرن کسی به فواد نگاه کنه. ولی دختره تو اومد قطع کرد. جا خورد، من دیدمش. فواد. جواب بده. بابا شما برو، من خودم باش حرف میزنم. شما اینجا ببینی خجالت میکشی، راستشو نمیگه. برو. برو قربونت برم. برو بابا جون. الو الو الو، چرا بیشور قطع کردی؟ شارژت تموم شد. آره تا سر و کله دختر پیدا شد یهو شارژت تموم شد. برعکس بعد شارژی که دختره کیه؟ چی میگی تو؟ خاک بر سرت کنن فاد. رفتی اونور کثافت کاری؟ کی بود اون تو خونت؟ بدبخت مریضی پریضی میگیری ها. مریضی پریضی چیه؟ چی میگی اصلا تو؟ خودم دیدم کلید انداخت اومد تو. همکارمه، قرار کاری داشتیم. باید که قرار کاری داری بهش کلید میدی. فات به قرآن به بابا میگم داری عیاشی میکنی ها. عیاشی چی اصلا؟ نامزدمه. دروغ میگی. دروغ هم چه میگم؟ نامزدمه دیگه. اگه نامزدته چرا به من بابا نگفتی؟ میخواستم بگم نمیذاری که اینقدر سوال میکنی، اینقدر حرف میزنی. الان مانه نشی بری به آجون چیزی بگی یا بذار خودم سر فرصت بهش میگم. شبیه امریکایی ها نبود. ترکه ولی خواننده است. دروغ میگی. خیلی هم خوبی خونه. یه مدتی اومده میکنن. نه دختر خوبیه. خیلی دختر نازیه، برعکس تو باشی. دلش راست، اون قضیه اوکی شد. ما داریم میریم ترکیه، قرار بابا کنسرت بده. مرد سبی تو انگار یادت رفته بود واسه چی اومدیم اینجا. میذاشتی نماینده سفارت ما رو میرسون هتل، بعد عقده گشایی میکردی، از سنت خجالت بکشی. اینا چیه با خودت بردشی آوردی؟ نماینده سفارت فکر میکنی کیه؟ اونم یکی مثل ما اشغال میکنه اینجا. الان یکی با شلوارک رکابی میاد میگه من نماینده سفارتم. بیم 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 چشم اندازیم ببینیم پیداش نمیکنی. خوش گلمیم. هلو آه اون نیست، اینا ها اینا ها. هلو هلو ایزید استاد خوشلم. خوشلم. بله شما نماینده سفارتی؟ آه من راننده ام، ماشین دارم با سفارتم کار میکنم. نماینده سفارت بیرونه، بفرمایید. چرا صدا قمری میده؟ این بر ایشون نماینده سفارت. اوه یا وفاد گرفتنمون ابرام.
سلام. سلام. خیلی خوش اومدید. حمید پارسا هستم، نماینده سفارت ایران. بندم ابراهیم خوشلند، دخترم زیبا، استاد ماشاءالله شاد. اجازه بدید من دست ندم، سرما خوردم، خدای نکرده شما نگید. خواهش میکنم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشین در استانبول. بفرمایید سوار ماشین بشین. بفرمایید. ماشاءالله. همیشه فکر میکردم خارج جای خوبیه، ولی نمیدونم چرا اصلا این الان احساس غربت داره دیوونم میکنه. من عاشق تهرانم. تنها چیزی که حالمو خوب میکنه اینه که اینجا قراره بخونم. باورم نمیشه من اجازتون بجایدید. میام کارتا گرفتمشون. زیبا گفت که من و تو توی اتاق باشیم. فعلا که زیبا اینجا رئیسه، خودش بود. میشتم داره میگم ابرام یه رو هتلیه تا فهمید من آهنگسازم. تو آهنگسازی؟ نوازنده که هستم. بابا اینا اینقدر با آدم احترام میذارم اصلا حال آدم بد میشه جانت. حالا کی بهش گفت تو آهنگسازی؟ زیبا منو معرفی کرد. فقط تو رو معرفی کرد، نگو من خواننده‌ام. چرا بابا، همه رو گفت تا فهمید ما کی هستیم. اصلا کفش باشید جان تو، دعوتمون کرد بریم تو دیسکو هتل برای ایرانی‌ها بخونیم. تو چی بهش گفتی؟ من گفتم اوکی. تو غلط کردی، من دستو میخواد کنسرت رو دود کنیم رو هوا. بابا کنسرت چه رفتی داره؟ اما کارتای اتاق رو گرفتی؟ خودم گرفتم. آره ایوه، پاشیم وسایل رو بذاریم تو اتاق بریم یه دوری بزنیم. استانبول شباش دیدن داره، ملت تا صبح زندگی میکنن. بابا جون من دلم شور میزنه. چرا؟ نمیدونم، امشب بی خیال شیم. احساس میکنم یه اتفاقی قرار بیفته. چه اتفاقی؟ دلت چور نزنه. یارو پارسه رو رد کردم، رفت این پسر شهرام راننده رو بهش گفتم بمونه شهر نشونه ما بده. پاشین دیگه، پاشین. تور با قمری. بیا بریم بابا. بریم بابا. دوارده که منه بله. براق فات نرده بونوار فات آره تازه خوابونم. تو چون دارم؟ آوای نرم. خیلی خوب. ببخشید دیر اومدم. تایلند درگیر کاره کنسرت بودم. به سلامتی. سرمم زیاد شده. انشالله یه روز تو هم بتونی کنسرت بدی. من خیلی نگرانم. اولین کنسرت بزرگمه. همینه میا پارسیم. سپات. تو پسر خوبی هستی. مطبعیم باش همه چی درست میشه. امیدوارم. میگم اگه کار نداری من برم. براکم خوابوندم دیگه کاری نیستش. ها نه برو. برم. فوت. بله. میتونی بمونی من یه دوش بگیرم بعد بری؟ میترسم براک بیدار بشه. بله. فوت. بله. میگم من این روزا خیلی کارم زیاده، براک خیلی تنهاست. میتونی بیای اینجا بمونی؟ اگه شبانه روزی باشی دستمزد بیشتر هم بهت میدم. آخه خونمو تازه تمدید کردم. یعنی نمیتونی؟ میتونم. میرم همین الان خونمو پس میدم میام میتونم. پس مشکل نداری؟ نه. پس برم یه دوش بگیرم؟ برو بگیر من از همین امشب اینجا میمونم. خیلی خوشحالم که قبول کردی. من خودم خیلی خوشحالم که قبول کردم. یس. وای یس. این باقلوا رو برش بستنی می‌ذارم. چی کاره می‌کنه؟
این چی میگه؟ ایرونی هست بخش دلش میسوزه ای خدا ای خدا ای خدا آدم چه بگذشته یه لحظه چشمی دوزه بیشتر دلش میسوزه ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا دنیا بقا نداره. حالا ناراحتی فردا سازتی بیارم اینجا بساط کن. خوش بیفته میام. زندگی خرد داره تو خانه. به خدا شما دوتا جاتون بالای سرنت نه گوشت خیابون. شما جفتتون استادین چرا خودتون رو دست کم میگیری؟ استاد. اوها. ماشاءالله. حواسو جمع کن اینجوری کسی بهت نخوره. بابا اون زد به من نفهمید با کی طرفه. به من میگن ماشاءالله پنج تا لاما. ماشاءالله بس بابا یه استکان کمتر بخور میگم به آبروی من. شما سرد چیزی با خودت نداشتی. چطور؟ میزنه. انقدر از کشورهای دیگه برای پناهندگی اومدن ترکیه امنیت خیلی اومده پایین. خیلی. فکر کنم مگه کیف داشت؟ نه. کیفت من خودم کیفو دادم به دمو ماشاءالله. همه پول و مدارک و پاسا توش بود. کیفو ندن واسه. خدایا این چه شهریه، چه دنیاییه. هر وقت به یه قدم یه خوشبختی میرسم یه اتفاق میفته. انگار دارم به مرز یک ماه میرسم. همون یه ماه معروف، اونم توی کشور غریب. چه شب نحسی شدم شب، هر چی خورده بودیم فرید. تو از همون قدیمش هم هر وقتی زهر و مریل خوردی گل خیر به آب بود. بابا چیزی نشده پیداش میکنیم. چه جوری؟ قیافت شده چشم رو پیداش میکنم. یالکیه. یعنی چی؟ 15 میلیون جمعیت در استانبول. واقعا؟ خیلی ها خدایا چرا اینجوری شد؟ از دل و دماغمون در اومد. تو یه دقیقه اینجا وایسی من میرم ماشینو برمیدارم. باشه فقط زود بیا. یا اون اینجا چیکار میکنه؟ کی؟ این نازان آکمانه دیگه. این نامزد فؤاد نیست؟ وا چقدر شبیه این خود نازانه. نازان آکمانه میشناسینش؟ واقعا نازانه؟ آره عشقم عمرم جونم عاشقشم. مردی که حرف دهنت بفهم تو غلط کردی. اوه ابرام تو چرا رگ گردنی میشی؟ مرد حسابی عروسمه. واقعا؟ نازان اکمان عروست بیخیال. بیخیال چی؟ با داداشم تو آمریکا نامزد کردم. ببین زیر عکسش چی نوشته. نوشته فردا شب کنسرت داره. کجا؟ آمریکا. همینجا دیگه استانبول. جواب نمیده. معلومه دیگه، شب تا صبح با دختره میرن الباتی میکنن تا لنگ زور الان میگیرن میخوابن. تو چرا فکر میکنی همه ی آدم ها شب تا صبح دارن الباتی میکنن؟ تو خودت جوانی ها شب تا صبح چیکار میکردی؟ من چیکار میکردم؟ اینم طوله خودت دیگه. بگم جلو زیبا بگم فؤاد. الو. الو. چرا یواش حرف میزنی؟ به خاطر اینکه نصف شب یواش حرف میزنم. مگه آمریکا نیستی؟ کجام امریکام دیگه؟ اونجا الان باید صبح باشه که. همون من دیشب دیر خوابیدم، الان هنوز از خواب بیدار نشدم. شما رسیدین استانبول یا نه؟ بله، از پیگیری های جناب عالی. فات ببینم نازان الان ترکیه است؟ نه، چطور مگه؟ یعنی چی؟ این دختره مگه فردا شب استانبول کنسرت نداره؟ شما از کجا میدونی؟ بابا در و دیوار شهر پر از عکساشه. ما خودمون میخوایم بریم کنسرتش. نه، نرین، کنسرتش کنسل شده. یعنی چی؟ این همه تبلیغات کرده بعد کنسل کرده؟ مگه ایران کنسرت لغو کنه؟ آره بابا، استانبول از ایرانم بدتره. یه نفرم اینجاست هی کنسرت‌ها رو کنسل میکنه. یعنی الان نازان آمریکاست؟ آره میگم نازان امریکا پیش منه دیگه. نکنه کسر شنت میشه ما رو ببینه. عجب خری ها، میگم وقتی پیش منه یعنی پیش من امریکاست، نازان اینجا امریکاست. اگه راست میگی همین الان تصویر بگیر ما میخوایم با شرف بزنیم. خوابه، میگم گفتم بده یعنی اینجا نصف شب خوابه. دیدی داری مثل سگ دروغ میگی. باشه ما نمیریم کنسرتش، ولی یادت باشه ما رو پیچوندی ها. خیلی خوب، یه دقیقه وایس الان تصویر میگیرم ببین کشتی منو تو. Thank you.
دنباله چه میگه؟ نه برای یا خواهی میگیرو تخته تو خوابیده خواب شما اینجا چی کار میکنی؟ دنباله اینه؟ اه اون دست شما چی کار میکنه؟ من باید بپرسم که گوشی تو زیر تخت من چی کار میکنه؟ بوراک آخ بوراک خانم بوراک گوشی رو از من گرفت که من برم بازی کنم تو منان آورده زیر تخت رهاش کرده بعد ول کرده اومده اونم اونجا مونده تنها آدم بدون اجازه تو اتاقی خانم نمیره اونم نصف شب این چیزا رو که بلدی بله خانم بلدیم اگه قراره اینجا بمونی باید رعایت کنی ها بله پس دیگه تکرار نمیشه فوات نه خانم تکرار نمیشه خیلی خوب میخوام برم بخوابم اگه تو اتاق من کاری نداری نه تو اتاقشم نه کاری ندارم بفهم شب بخیر شب بخیر ببین یکی به اسم زیبا زنگ زد خیلی هم زد انگار نصفش بیدارش بسد تنگ شده بود بنین آبلام خواهرمه احتمالاً کار واجب داشته چند بار زنگ زده نگران نباش نگران نیستم برو بخواب فوات فقط بابام چیزی نفهمه گفتی گفتم چشم قطعه که بازم میگم نکنم ولی اگه تصمیمی تو گرفتی منم تو تش هستم تمام چقدر شروعه من اومده مصطفی ردش میکنم خفه میگه رو بکنم بدوستم چی صح؟ صف چیه با من اومدی یه بزیار داریم مرحبا مرحبا مصطفی بیلی گروش من مارده برده هرکس مصطفی بیلی گروش میکستوی جیتونا سویلیت شهران بیلی بکله Şehram, nasılsın? Merhaba arkadaş. İyiyim, teşekkürler. Hoş geldin. Bu kızın adı Ziba. Hello. Hello. پارسا خیلی آدم خوبی بود. وقتی فهمید کیف ما را زدن یه 1000 لیر بهمون داد و گفت فقط فکر اجرای کارتون باشید. اون گفت یه سالن هماهنگ کرده که بریم توش تمرین کنیم. بعد به همون شهرام راننده ایرانی پول داد تا امروز ما باشه. از فعادم دیگه از دیشب خبری نشد.
اما تمام شهر پر بود از عکس نازان. میگم حالا که اینجایی نمیخوایم بریم کنسرت نازان خانم؟ اونم ببرید یه سلفی مرفی چیزی باشیم بگیریم. کنسرتش به هم خورده، یعنی لغو شده. آه این میشه. شما از کجا میدونی؟ دیشب خواهرش با فؤاد صحبت کرد. اونا آمریکان. خود نازانم آمریکا؟ بله آمریکا. نه با من چند تا از رفیقان بلیت دارن، امشب دارن میرن. بچه جون پدر شوهر طرف داره میگه کنسرت لغوه، تو میگی رفیقا دارن میرن و بگو نرن. آقا شرط ببندیم، من بلیت میخرم میریم کنسرت. اگه نازان خانم بود و خون، پول بلیت ها رو شما میدید به ما. اگه نبود کنسل شد، پول بلیت که 500 تا من میدم به شما. ردیفه خودم بر مردیم همینه دیگه. اینا دیگه گندش رو در آوردن. تو ایران حداقل صبحش میگن کنسرت لغوه، ملت علاف نمیشن. اینا میذارن لحظه آخر تو سالن میگن. مگه میشه دختر جون؟ اینا همه چی شروع نظمه. من مطمئنم این وسط یه کسی ما دروغ گفته. کی میتونه دروغ گفته باشه به جز تخمه جن خودت آخه؟ ببین به روح مریم اگه به من دروغ گفته باشه من میرم. حالا بیده باشه الان میام. کجا میری؟ الان باید کجا میری؟ اومده بابا این میره گم میشه این وسط ها. ماشاءالله تو جان بیا این ور بشین. من راحتم. Sizler için harika sürprizler hazırladık. Arkadaşlarımızla birlikte çok hazırlandık. Ve sizin için birazdan başlıyoruz. Ben doğrusu salonu konserti nişastı budam ki Arusam daş mikundu ben tamaşa mı geldim. اما اصلا خوشحال نبودم، داشتم گیج میشدم. من برای دیدنش باید بلیت میخریدم، یعنی اینکه پسرم نمیخواد ما رو بمونشون بده. حالگیری نباشه، ولی دیدین دیگه نازان خانم خودش امشب تو کنسرت بود. اون دیشبی هم که تو تخت خوابیده بود خودش بود. خوش مونده بودیم کنسرت تموم میشد میرفتیم میدیدیمش، باشه حرف میزدیم میفهمیدیم قضیه چیه. من دیگه نمیخوام چیزی بدونم. نه بابا ابراهام، ما الان تو این شهر غربت پول و پاسپورت و همه چیمون از دست دادیم. یه عروس همون ماشاءالله وضع خوب معروف تو این شهر داره زندگی میکنه. ناسلامتی ما همه یه خانواده این بابا. ما یه خانواده نیستیم. اگر نه پسرم من دروغ نمیگفت. حالا میخوایین برگردم دور بزنم بریم باش حرف بزنیم؟ آخه قمری با اون همه محافظ و بادیگارد اصلا میذاره ما بهش نزدیک بشیم؟ من وقتی دارم میگم انجامش میدم، میگم اونش با من. راست میگه بابا جون، بذار تکلیفمون با این فؤاد روشن شه. احمق دراز. آقا من تصمیم گرفتم برگردم، باید عروسمو میدیدم. شهرام با نگهبانو صحبت کرد و اونا بعد از دیدن عکس فؤاد و نازان فهمیدم ما این نسبتی با نازان داریم. باید بفهمم اینجا چه خبره. عروسم باید منو ببینه. اون وقتی بفهمه من کیم، بفهمه خود منم چند روز دیگه تو این شهر کنسرت دارم، حتما خوشحال میشه و بهم افتخار میکنه. پاردون، ثانیه. سلام آبا جان. من ابراهیمم. پدر شوهرت. ابراهیم؟ سلام رو تلفن. الو. الو فؤاد. نازا سلام، چطوری؟ کنسرت خوبه؟ کنسرت iyiydi, güzeldi. Burada İbrahim adında biri var. Senin fotoğraflarını gösterip duruyor. Çi? Türkçe de bilmiyor. İbrahim? Baban olduğunu söylüyor, doğru mu? Ya aman. Ya neymiş desem İbrahim, neymiş desem ya.
Tanıyor musun? Hare. Emin misin? امید جان مطمئنی گفت بیام اینجا؟ خودم رو نگهبان حرف زدم بود. گفت مهمونه نازان خانم برم پارکینگ منفی دو. گفت مهمونه نازان خانم، مهمونه مخصوص نازان خانم، اینو گفت. بله گفت. صفه کنم همینی بنزه؟ اه ابرون بابا چشه؟ بابا بگی شهرام من شناخ با خود شغل پایم. من نمیفهمم چی میگی، فقط میدونم منو شناخ. خدا رو شکر. بقیه رو بهش معرفی کن. مرحبا. اومد. خیلی خوش اومد. زیبا خانم فواد ناپلاسی. آه زیبا سر میسین؟ گچن گجه رو سرمشتم فواد اکس کارلیچ آلدون سرمشتی. میگم اون که نصف شب زنگ میزد فواد گفته بود. خوربونت برم عروس گلم. این ماه میمونه. ماشالله. ماشالله. من شناخ. او مارشال به ابراهیم به این آرکاداش کمانجی و ساناتجی. وای نه کدار گزر. مخلی جالت بکش. بابا بعد زایینه میکنیم. بند شفرویم. ایر آلورس رو بیر فوتراف استریم. چی بگی؟ اکس بگیرم باش. آبه رو ریزی نکن. بهش گفتی رانندمونی؟ به جنگ ها رو ببین فواد کجاست. از آنم فواد به این کندسی نهرده. فواد به شوان امریکا دا. یارن تیکیه گیرده. براده براده. چی میگی؟ بگو. بگه امریکاست فردا میرسه ترکی. بله ولی شما خود خیلی خوب رسوندی. دیشب دیدیم رو تخت کنار فواد خوابیده بودی، اینجوری تصویری با موبایل عین فرشته ها شده بودی. دونکشم این نمیخواد بگی بابا، شاید فواد نمیخواستی زنش بفهمی یواشی که ازش بین گرفته. این هم هستا. ازنینزه بینیم گیتمم گرکیو یالنز. ممنون اولیم. خواهش من برو دیگه. من پشت سرت میام. معطل نکن. آره فقط فلاشر بزنیم دست. چی شو؟ بچه‌ها خدافظی کرد رفت. یه سن نشیمز بار. فواد، تو تابه خانم آده چی گفتی؟ توضیح میدم برات. چرا دروغ گفتی؟ تو ترکیه زندگی میکنی؟ بعد به اونو گفتی امریکایی؟ منم مجبور کردی به اونو دروغ گفتم. من جرئت نکردم به اونا فارسی صحبت کنم. ببخشید گفتم توضیح میدم برات دیگه. چیو توضیح میدی فواد؟ بیا چای برات بریزم با هم دیگه حرف بزنیم. بیا. برک شنو الله اشکنا برک شنو بی شنو جواب برام توضیح بده. من دلم نمیخواد کسی که به خانی وادش دروغ میگه. تو خونه من باشه با برک زمان بگذرونه. سن باشما رسمن یالان چیکتین یا؟ یالانچیسن رسمن سن. من دروغگویم؟ من آدم دروغگویم؟ تو از زندگی من چی میدونی؟ من همه پول خانواده‌ام براش اومدم ترکیه که برم آمریکا خواننده بشم. ولی چی شد؟ هیچ گوهی نشدم. من بهشون دروغ گفتم. گفتم رفتم آمریکا خواننده شدم، به همه چی رسیدم. میدونی چرا بهشون دروغ گفتم؟ چون پدر منم می‌خواست خواننده بشه ولی هیچی نشد. نمی‌خواستم فکر کنه پسرش هم بی‌ارزش و به آرزوهاش نرسیده. من از این دروغی که دارم میگم خوشحالم، به خاطر اینکه اونا رو خوشحال می‌کنم. حالا چی می‌خوای بهشون بگی؟ از کجا میدونن تو پیش من کار میکنی؟ از کجا فهمیدن من کنسرت دارم؟ از کجا منو میشناسن؟ چجوری اومدن کنسرت من؟ تو به اونو گفتی من نامزدتم؟ ای نازان، تو فرهنگ ما یه زن و مرد مجرد نمیتونن با هم دیگه توی خونه زندگی بکنن. خب منو به خاطر میگفتم من و تو با هم دیگه نامزدیم، نشانلیم. اوفات اوف، به خدا تو مسلمان نیستی. خب میگفتی برام کار میکنی. چجوری بگم برات کار میکنم وقتی خودم یه خواننده معروفم؟ یه ضربور مثل ترک میگه، دروغ دروغ میاره. این ضربور مثل فارسیه. هر جایی هست هست، فقط بدون درسته. حالا چجوری درستش کنی؟ تو نگران نباش، من فکرشو کردم. ببین نازان، اینا چند روز بیشتر اینجا نیستن. چند روزم از این چند روز گذشته. فقط تو این چند روزی که هستن، من خواهش میکنم یه جوری با من رفتار کن که انگار ما واقعا با هم دیگه نامزدین، نشانلین. خواهش میکنم. خندیدی؟ زهری مار.
عالیه، عجب هواییه. اینو صد بار گفتی، من از سر صبح برداشتی اردی اینجا که بگه هوا عالیه. نه یه چیز دیگه هم میخواستم بگم. بگی من میترسونی حرف بگذم. ما خیلی سخت میکشیدیم، درسته؟ درست. الان اینجا شرایط یه جوریه که میتونیم به برگشتن فکر نکنیم. یعنی چی؟ چه برنگردیم ایران؟ بمونیم کارامون درست کنیم، مثل پناهندگی بریم بیور. چطوری؟ کجا؟ هر جا، اروپا، آمریکا. من صحبت کردم، یه دو سه روزی که میتونیم بریم. بابا اصلا حرفش هم نزن. روزی که این برنامه رو چیدی منو وردی ترکیه، باید حدس میزدم تو اون کله شیطونی چی میگذره. تو من قول دادی که دست از این کارات برداری. بابا ما هیچ راهی نداریم. ببین بابا جون، من اومدم کنسرت بدم. میدونی چند سال منتظر بودم؟ چند سال؟ چند سال تو همون خوندم و کف کردم. چند سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم، گورم و گم کنم. من جوسم ول کنم برم وقتی فاد رفت، ولی نرفتم. موندم چون دلم نیومد. هیچ وقت نتونستم تنهات بذارم. ولی الان بهترین فرصتش. ببین اصلا من هیچی، اون ماشاءالله بدبخت از کار زندگیش انداختم آوردم اینجا کنار من کنسرت بده. اون به هزار امید اومده اینجا. داره مارشال لباشون از خداشه. بکری چرا وقت شما بهش گفتی بیا نیومد وقتی من گفتم اومد؟ پس ما هم دستتون توی یه کاسه است. اصلا چجوری میخوای بری؟ با چه پولی؟ با چه سرمایه ای؟ اون فاد امشب از آمریکا میاد. بعضش خوب شده. کمکمون میکنه. من نمیتونم. من تصمیم خودم گرفتم بابا. نیای رفتم. همین. تو میدونی من بدون تو میمیرم. داری ازم باج میگیری؟ ولی نمیتونی. همه کچکم پاریس هست. جون اپل زیبا جدو. سلام. سلام ای پارسا. خوب هست. حالا باز با هم گرم بزنیم دیگه. های کاری نداریم. با اجازه خدا. آش گرم گرفتیم. خیلی بهمون کمک میکنه. پولشو میگیره از سفارت. اوضاع احوال تمرین در چه حاله؟ اوضاعمون که خیلی خوب نیست. پاسامون که هنوز پیدا نشده تو مملکت غریب. سفارت هم فقط 1000 تا به ما داده. اصلا موندم چی میخواد بشه؟ بالاخره ما هنرمندیم، رویمون حساسه. دستمون خالی به هم میریزیم. کنسرت کیفیتش میاد پایین. شما نگران نباشید. فقط هم به کارتون فکر کنید. در ضمن اگر هم دستتون خالی نباید بلیط بگیرید برید کنسرت. شما از کجا میدونید ما کنسرت بریم؟ بالاخره. سفارت وقتی بچه‌ها رو میاره اینجا، هنرمندا رو، باید بیشتر هم حواسش باشه. آبروی مملکته. پس حالا که حواستون هست بیشتر به ما کمک کنید. چشم. من سعی میکنم 1-2 هزار لیر دیگه براتون بگیرم، البته به خاطر شخص خودش. چیز زحمتتون میشه به خدا، راضی نیستم. خب میدونیم ما حداقل 20-30 هزار لیر دیگه لازم داریم. چه درخواستیه؟ خب به جای اینکه همه هزینه رو برای دختر ترکا کنیم، به فکر هنرمنده مملکت خودتون باشین. منظورتو نمیفهمم. ببین من خیلی گیرم، اگه لازمه عکسای اون شب کنسرتتو بدم سرپاسو. شوخیش هم جذاب نیست. شوخی نیست، اون شب تو کنسرت دخترم خوب چیزی بود. داری تهدید میکنی؟ نه، تنبیه میکنم تا از این به بعد اسم ما و کشور اسلامیمونو خراب نکنی. تشکر، ممنون. میبینی دخترم خواننده هر جا باشه نوازندهشو پیدا میکنه. ترکم ولی خوب میزنم. خسته نباشید. ممنون. چطور بود؟ استاد، ما سالانو به شما دادیم برای اینکه تمرین کنید، نه اینکه آهنگا اینو اونو بخونید. خب ما هم داریم تمرین میکنیم. نکنه میخواین این آهنگا رو اجرا کنید توی هفته فرهنگی که داره میاد؟ این آهنگا چشه؟ همه اینا غیر مجازن، قبلا هم که همه اینا رو خونده. خب دوست کار دارم مال خودم، اونا رو اجرا میکنم. اونام تو همین سبک لابود. خب ما سبکمون همینه. نمیشه که. نمیشه چیه؟ شما یه کارمند وزارتخونه ای. اونا که تهران نمونه کار استادو شنیدن موافقت کردن. فکر نمیکنم تو صلاحیت شما باشه در مورد کارا نظر بدی. باشه، معلوم میشه.
آی پارسا اوکی به این رفتی نداره که هاش خانم زن معاون وزیر اوکی داده، خود معاون وزیر اوکی داده، این که دیگه عددی نیست، بلش کنید، فقط یه حقوق بگیر ساده است. یعنی میخواستم برم مردگر صاف و صوفش بکنم ها، دهنش با میکنه سبک سبک، تو سبک میشناسی موسیقی حالی تاخه که تو رفتی نداره. ده تو چرا هی حال میگیری از سر تمنی تالا؟ تو برو پی رفتنت، چی کار داری به موسیقی؟ ده یکی زیبا میدونه که همو؟ بهش گفتم همو، بابامه. بعد دخترت هوا تو داره، میخوای مثل آدم بری یه گوشه دنیا زندگی تو بکنی؟ آه؟ قرآن دختر بدبخت. ولی اینجا اینقدر آدم احترام میزنه، اصلا آدم دلش نمیخواد برگرده، بس که آدم احساس بکنه هنرمنده. والله ابرون جان تو فواده زده رسیده، یه آدرس هم داده که بعد از فرودگاه مستقیم میاد اونجا، فکر کنم باید ترمینو تعطیل کنیم. روزی که فاد رفت تمام شهر پر شد از کلاغ‌های سیاه که آسمان شهر رو سیاه کردن، درست مثل روزگار من. و امروز که برگشته تمام شهر پر شد از مرغ‌های سفید دریایی، یعنی قرار روزگار سفیدی خودش رو نشون بده. قربونت برم، چرا شکسته شدی آقا جون؟ پدر رو وقتی از بچه هاشون دورن سود میشکنن. منم کمرم شکست. تو چرا؟ پسرام وقتی بعد مدت ها به باباشون میرسن، باباشون بغلشون میکنه و فشارشون میده، کمرشون میشکنه. آقا جون یواشتر، ساعت رفته تو کمرم شکست. منم تنگ شده بود برات داداش، اینقدر نیومدی تا بالاخره ما اومدی. قربونت برم، اصلا من باورم نمیشه شما الان اینجایی. شما نه آبی، این چقدر برات تنگ شده بود. چیه دلم تو پلیت افشت دیگه تنهات نمیذاریم، تمام شد دوران تنهایی. اما با چطوری همون چی خب باکرتم. ولی همون مرشد شما هیچ تغییری نکرده. چه خوب همون مرشد یادته، همیشه یادم نباشه، همیشه شبای جمعه میمد خونه ما ساز میزد آقا جون. هم میکن قربونت برم. همون میگم با این هیکل خوب سبک سفر میکنی. چطور؟ شاکی چمدونی هیچی؟ اونا رو که با تاکسی فرستم رفت خونه دیگه. خونه و یه استانبول خونه داری شما؟ خونه داری دیگه، خونه یعنی من که خونه ندارم، چیز داره نازان داره، یعنی بابای نازان داره. آه به 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 به، میگم بیا همون بریم یه قهوه ترک بهت بدم اینجا بخوری، آمریکا این چیزا گیرت نمیاد. واقعا بریم یا علی. وقتی به فهد نگاه میکنم یه چیزی تو عمق نگاهش هست که منو ناراحت میکنه. چشمای فهد دقیقاً مثل زمانیه که تو بچگی کار خطایی میکرد از بقیه مخفی میکرد. من چند سال بود فهد رو ندیده بودم، اما مگه میشه یه پدر نگاه های بچهش رو نشناسه؟ گل بود افینی یه کلای ماسکه. گل نسلسن براک، نسلسن. مرحبا. دیر کردی؟ آره ببخشید دیر شد دیکن. دیدی خانواده تو؟ اوه براک، سن گید جانم، سن گید. چرا ناراحتی؟ چیز خاصی نیست. مطمئنی؟ رفتم خانوادم دیدم، یه اتفاقی افتاده بود شدیدم ناراحت شدم. چی شده؟ دوز پول و پاسپورتاش میزنی. ایوه ایوه، حالا باید چیکار کنن؟ نمیدونم، خودم هم نمیدونم چیکار باید بکنم. کمکی از دست من برمیاد؟ یک، تشکر دارم. خیلی خوب، خودتو ناراحت نکن، من کلی کار دارم، حواست به براک باشه. نازان افندم فاد، افندم. ببین زیبا خواهرم
میخواد بیاد دیدن تو. این اصلا رسمه تو خانواده ایرانی این شکلیه. یعنی هر کسی که ازدواج میکنه خانواده داماد میرن که عروسو ببینن. فرهنگ ما نمیرن. پاگوشو میکنن. عروس میره خونه فامیل داماد. بیا. ببین چقدر فرهنگ من نزدیکه. ولی قبل از پاگوشا یه مراسم دیگه هست به اسم پاتختی. دارم میام پاتختیت. فوات میشه این گفتگوی فرهنگ رو فراموش کنی؟ من کلی کار دارم امشب. باشه فراموش میکنم، ولی موضوع اینه که من گفتم امشب بیان تو رو ببینم. تو چیکار کردی؟ بیرگیجه. بیرگیجه یه شب دیگه خواهش میکنم، هزار شب که نمیشه. آفات تو حالت خوبه؟ من امشب مهمون دارم. مدیر یکی از استودیوهای فیلم سازی برای کلیپ جدیدم قرار بیاد اینجا. فرصت ندارم که. ای بابا. خانم میخوان تو خونه قرار بزنین، چرا با آدم چیزی نمیگین؟ ببخشید از شما اجازه نگرفتم همسر محترم. یه پیشنهاد دارم. زنگ بزنم به رستوران داوودوغلو. میگم یه میز بزرگ حساب من آماده کنه. خانواده امشب ببر اونجا، براکم ببر اونجا، سرش گرم میشه. خیلی ممنون. سوال. خودت لوس نکن، فکر خوبیه، تمام؟ آخه من الان با براک برم اونجا بگم بچه کیه؟ برو بگو بچه زنمه. بچه زنم نمیشه که، خب فرنگومه چقدر با هم متفاوته. آقا من یه طور نمیگم هم زنگ گرفتم هم بچه داره که. چه اشکال داره فوات؟ بگو چه اشکالی، من پسرم هنوز. یعنی تو عاشق یه نفر بشی بعد اون یه بچه داشته باشه نمیری باهاش ازدواج کنی؟ نه من که خدا مثلا میرم باهاش ازدواج کنم، مثلا من دوست دارم که بچه داشته باشه، من میرم باهاش ازدواج بکنم. فقط موضوع اینه که این یه رسمه، خانواده ایرانی تو این موقعیت مخالفت میکنن. ببخشید این دیگه فرهنگ به خودیه. بعدم اگه خانواده‌ات میومدن اینجا میخواستی بگو براک کیه؟ برو این فرهنگ به خدا از بین ببر. من پسرم، من پسرم. Merhaba. Hoş geldiniz. Biz Nazan Hanım'ın misafirleriyiz. Nerede oturabiliriz? Buyurun burası. Yine 10 lira zarf şey. Efendim. Vicdanen in arus o hayat halva halva kardı sen. ببین چه کرده. چه کرده؟ از چی بود آدشه من داره خرج میکنم. اوه توله. پارشوار بازی در نیاری یا؟ خودشون نمیان. زیتونه. هر چی جمع بخوره. Yedi yıldır yalnız yaşıyorum. Çok zor günlerim oldu. Beni seven, beni anlayan biri olsun istedim. Hakan, biz iki saattir burada konuşuyoruz. İşle ilgili iki kelime bile konuşmadık. İşi her zaman konuşuruz. Bu güzel geceyi iş konuşarak mahvetmek istemiyorum. Bak ben gerçekten samimiyetle söylüyorum. Sana uygun birini, sana layık birini, gönlünden geçen birini bulmanı gerçekten diliyorum. Ama mümkünse benim şimdi misafirim gelecek. Mümkünse bir an önce iş konuşalım. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hakan. İş ilişkimizin bozulmasına lütfen müsaade etme. Ben hiçbir şekilde sana el göstermiyorum. Sen abartmazsın, iyi değilsin. Nazan, anla artık. Sana deliler gibi aşığım. Seni çok seviyorum. Dokunma bana. Ben nişanlıyım. Anlamadım. Madem. سلام. سلام. براک پسرم. یعنی پسر خوندم. یعنی از پرورشگاه گرفتی؟ نه، پسر زنمه. خاک بر سرت، زن بچه دار گرفتی؟ چه فرهنگ بدی شما دست ازش بر نمی‌دارین؟ اگه یه نفر دیگر دوست داشته باشه، بعد یه نفر یه دونه بچه داشته باشه، یه نفر نباید بده این نفر رو بگیره؟ اشکال داره؟ از نظر من که اشکالی نداره. بفهم، ممنونم آقا ماشال. براک، آیلمه سلام بر. مرحبا. مرحبا. خب خیلی خوش اومدی. خیلی خوشحالم بعد مدت ها میبینم تو. مادرش کجاست؟ مادرش آقا جون یک کار مهمی براش پیش اومد. رفت شرکت که کارش رو انجام بده. مگه ما رو دعوت نکرده اینجا؟ چرا؟ ولی کار خیلی مهم بود، نمیشد ازش بگذره. مهمتر از خانواده؟
حالا کارش مهم بوده دیگه حتما. بچه رو انداخت سر تو رفت؟ نه من بوراک خودم خیلی دوست دارم هر جا که موبایلم ویبرم یه لازم خوشت. الو بیام نکنه بچه خودش ما دروغ میگه. رفعات هیچی باید نی درسته دیگه. چهار سال باشه از تهران خارج شده باشه، همون سال اول رفته باشه تو خونه، در رو بسته باشه، پنجره رو بسته باشه، پرده رو کشته باشه، از خودش و هنرش مثل تو گفته باشه، الان سن بچه درسته. نگاه بابا جون شما چند سالته؟ غلط کرده مرتکه مزخرف. بزن تو دل. نه نه بهش دست بزن، نه بذار بهت دست بزنه. بنده آب نده تو خدا برسونم. خب خدافظ آقا جون. همون پاشیم بریم. کجا؟ خونه نازا، یعنی خونه ما. واسه چی؟ نازا متوجه شد شما این رستوران، خیلی ناراحت شد، زنگ زد گفت همین الان برشون دار بیار خونه. مگه تو نگفتی خودش ما رو دعوت کرده رستوران؟ درو گفتم آقا جون، بهش نگفتم میایم رستوران. اونم انقدر ناراحت شد، اصلا تو فرهنگشون این شکلیه، اونا ناراحت میشن مهمونشون بره رستوران. خواهش میکنم بالاشیم خودمون رو سریع برسونیم خونه، خیلی کار کوچیکی داره. Nazan, Nazan. Ne oluyor burada? Deli manyağı benim elinden çıkar. Bu bebek bakıcısı mı senin nişanlın? Yapma! Yapma! Pardon, emin tanım. Bilmiyorum, üstüne gireyim. Eğer tu İstanbul'daki olsun, açacak en rol çikolatayı. Fuat baba, çiş o. Çiş, çiş, çiş. İbrahim. بابا نگران نباش، چیزی نشد. ابراهیم خجالت نمیکشی از این کتک خوردی؟ من کتک نخورم، دست خودم خورد. دیدم اگه من نعیمه رو بودم پشت بودم. آقا شما چرا احساس دارم از اون کتک خوردم؟ دست خودم خورد. یا خدا چی شده؟ هیچیه که مزاحم ناموسمون شده بود، حالش جا بود. همین که از در داشت میرفت بیرون. حالا اینا با هم دیگه همکارن، قرار کاری داشتن تو خونه. طرف سگیده زیاد روی کرده، مشروب زیاد خورده، یه قصایی داشته، اونم زنگ زد گفت سریع برسونیم که ما خود رسونیم خدا روشو اتفاق نیفتاد. آه ابراهیمی چرا اینقدر دروغ میگه؟ والا به قرآن هم بکنه خود آدم هم اینقدر دروغ بکنه، ما تو هم ترکیه میمونیم. قربونت برم، چرا گریه میکنی؟ نه ترس، ما که اینجاییم دیگه، هیچ وقت دعوت نمیذاریم. آخه دختر آدم با این مرد قلبی تو خونه اون زبون تو رو که نمیفهمی زیبا هم بلد، اون فارسی بلده، نمیخواست شما هم متوجهش. فؤاد بنا رو ببینم امشب اینجا چه خبره. آقا جون هیچ، براک کوپ هست. براک تو ماشینه. وقتی شنیدم پدر مادر نازان سالا پیش فوت کردن خیلی ناراحت شدم. اون با سختی و پشتکار خودش و با رنج به اینجا رسیده. فؤاد به نازان ماجرای من و خوانندگیمو گفت، کاری که به خاطرش اومدیم استانبول. به نظرم از اینکه خانواده شوهرش انقدر فرهنگی بودن خیلی کیف کرده. اینم قهوه ترک محصول مشترک عروس و خواهر شوهر. برابر یافت. نه این خوردن داره، اونم با بالاوی استانبولی. کجایی ماشاءالله؟ جان تو نگاه چه سازایی. اما شد نازان سازهای مختلف خیلی دوست داره، جایی میره ساز خوب ببینه حتما میگیره. صدای ویرونو در به حالش ببریم. بابا اجازه نداریم دست بزنیم، ناراحت میشه. اما بابا این حرفا چیه؟ نازان میتونه بیاد تو بردارمو؟ مشکل نیست. خیلی خوب. این آقا ما هر چی بدی دستش صدای خوش ازش در میاد. هر چی نه دیگه، هر سازی بابا. اما انشالله آهنگ بزن بابام بخونه، ما پشت بندش بریم، عروس بفهمه با چه خاندانی طرف. پس منتظر ماشاءالله. ساقی ساقی ای ساقی، باز مستم و دیوونه، غمش خور و سوایی دیگه از کی پنهونه. ماری ماری و
ساقی گزم نوجک موی دل گردم آشد آدم سگلن کنم یاری ساقی ساقی ای ساقی باد بستم و دیوانه غم عشق و رسوایی دیگه از کی پنهونه ساقی ساقی ای ساقی آقا شال خودمون یه چیزی نداری بیاری گرممون کنه اینجا شمش خیلی سرده که سیگار میکشی هر روز؟ نه با سیگاره رو بردم بیرون یه هوایی بخوره هار 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 سالی سمو ترک میکنم اما یه اتفاق میفته دوباره شروع میکنم میدونی تو ایرانمو نمیشه ترک کرد بس که اتفاقات عجیب غریب میفته اما اگه بشه این برای زندگی برای خودمون درست کنیم دیگه ترک میکنم یعنی به خودم قول دادم میدونی این بر کجا؟ این بر دیگه چه میدونم اینجایی یونانی امریکایی هر جا که بشه زندگی کرد بالاخره اما چه حرفیه میزنی؟ شما همین زندگی تو اونجاست همین منتظر شما اونجا هیچکی منتظر من نیست الا ماشینای تصادفی منتظر من صافشون کنم فادمو تو ریسک کردی رفتی بردی ولی ما جرأتشو نداشتیم موندیم تش شدین دستای داغون ته همه اون آرزوها شدین دستا اما من سن ازم گذاشته میدونی چی میگم چیزی برای از دست دادن ندارم ولی از این بعد میخوام زندگی کنم فواد اما تو رو جان زیبا تو رو هر وقت خاک مادرت کمک میکن بعد از اون شب فواد با براک هر روز میمدن ما سر میزدن فواد ما رو با خودش میبرد محل تمرین بعدش بازی ما میرفتن بیرون نمیدونم داشتن چی کار میکردن ولی مطمئن بودم زیبا دست از افکار همه هانش بر نمیداره بابا برگرد یک صدات بگیرم عکس واسه چی میخواینم تو ماشین درست دیگه کنسرت میخوام همه لحظه رو ثبت کنم ول کن آقا جون برگرد دیگه بابا هی از سر سفر داری حال خانواده و بچه ها رو میگیری زدال میزنی برگرد بی بقل همه تو کردی؟ آره داداش من خیلی وقته دارم فکر میکنم خیلی راه رو امتحان کردم ببین چون استقاد میکنی اگه نه خیلی کار خطرناکه تو خودت همین راه رفتی جواب داده پس این حرف رو نزن شهرام میگه آدم های مطمئنی هم بابا اینا میانه وسط دریا آدم ها ول میکنم برمیگردم میانه بابا شهرام میگفت مطمئنه خیلی بهش معرفی کرده همینطوری رفتم میبینم تو خودت چجوری رفتی؟ میگم حالا مرحبا مرحبا مصطفی بیلی راندووز واردی آده نیده؟ زیبا کیس کارداشین راندووز واردی بیلمیور Bilmiyorum. Kendisi de girecek içeriye. Siz merak etmeyin. Mustafa Bey bütün göçmenleri dinleyebilir. Beni takip et. Benim niye ki? Ben ne bitiyorum biliyorum. Tuyalı kudu hesabım bedeni. Miri tuvali tam mutfağına şimdi pulu peşine gidiyor. Boşu hıyalet rahat. Peki ben rahat yok pulu ne miydim? Aynen fakat etrafı yoksa çiğme sen. Nasılsın? Buyur bakalım. Buraya gel Ziba. Selamun aleyküm. Parayı getirdin. Money. Money. Bu az mı? Ama para belki olmadıymışım. من باید تا دو سه روز دیگه برم نهایت نمیتونم بیشتر بمونم. بو چوک است. راستی عکس پرسنلی بابا مامانم گرفتم الان تو گوشیمه واسه پاسا. این پاسپورتامو کی آماده میشه؟ پا
پاسا پاسپورت. آز بو پاراچوک است. آقا من اصلا نمیفهمم تو چی میگی. Can you speak English? Yes, I can. تو که کارت اینه چرا رفت انگلیسی یاد گرفتی؟ فارسی یاد میگرفتی که واسه تو بهتر بود. به خدا یه کس از لندن میخواد بیاد مهاجرت کنه. ولی از ایران کلی آدم میاد. اینا مغز اقتصادی هم ندارن خدا رو شکر. حالا اشکال نداره. الان درستش میکنم. صبر الله. یا آقا یواش لر. دور هلی نره گیدیوسون؟ فواد اونجا وایساده ترکیش اسپیك. فواد. Bak kızım, benim olduğum yerde hiç kimse kendi kafasına göre davranamaz. Fuat gelir. Sen burada bekle. Tamam? Tamam. Fuat'ı getir. Fuat, sen neyin falan çivin gibi mi? Abi. تو مگه میشناسیش؟ میشناسمش. این زندگی منو نابود کرده. 4 سال پیش همه پول منو گرفت وسط دریا بلم کرد. بعد تو میگی آدم مطمئنیه؟ چی؟ این اسمش مصطفی بن نیست، اسمش محمته. نه دیو شو اولم سن. فاد! 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 دلش کن! دلش کن! واسه کنه که هم دلش باشم خفه میشونم زدمش. تو نزدی که من زدمش. کار خوبی کردی، مرد. حالا نمی زدمش تو رو خفه کرده بود. قلبه صدا نداره. قلبه صدا نداره. چی داره پس؟ ضربان داره. نه صدا داره نه ضربان داره. چی کار کنیم حالا؟ پس فرار کنیم. فرار کنیم، اون دو نفر بیرون ما رو میخورن. اون دو نفر میدونه این تو چه اتفاقی افتاده؟ نه. پس بریم، بودو. کجا داری میری؟ پولا. پولا رو هم دادی بری اول بشاره؟ همون چیزی که اون تو بهت گفتن، این دو نفر نمیدونم تو چه اتفاقی افتاده. ما خیلی راحت آروم از بغلشیم رد میشیم. نگه استرس داری؟ من استرس ندارم. منم استرس ندارم. خب آروم بریم بیرون. باشه؟ ببین فقط تشکر به ترکی چی میشه؟ تشکر چیش؟ باشه باشه تشکر تشکر sevgiler saygılar. Mehmet Bey'i dövmüşler. Ne? سلام آقا پاسا، خیلی مخلصیم. سلام. منتظر بچه های میان دنبالمون. تمرینمون تموم شده، یکم دیر کرد. مخلص بچه های سفارت هم هست. سلامت باشید. اگه امکانش هست یه چند لحظه با هم خصوصی صحبت کنیم. متاسفانه خبر خوبی براتون ندارم. از ایران با هم تماس گرفتن، گفتن شما و گروهتون همین امشب بعد بلگردیم تهران. از هفته فرنگی چی میشه؟ من دو روز دیگه اجرا دارم. مرده حسابی، این محترمانه ترین کاری که در قبال کار شما دارن انجام میدن. مگه ما چی کار کردیم؟ چی کار کردیم؟ جد، تقلب، میگن شما مطربی، اونم مطرب قبل انقلابی. نمونه کارهای دیگران رو جا زدین، جای کارهای خودتون دادین وزارت. فکر کردی به همین راحتی میتونی با آبروی مملکت بازی کنی؟ آقا اینجوری نگی. مگه مطربی بده؟ من دارم لحظه شماری میکنم واسه اون برنامه. من زندگیمو پای موسیقی گذاشتم. آقا تو رو قرآن اینجوری نکنین. مطربی هنره به جون مادرم. من که از هنر چیزی تو شما و دور و بریات ندیدم. این بلیطای پرواز همین امشبتونه. لطفا زودتر برین هتل و آماده بشین برای پرواز. من نمیرم. من تا کنسرت دادم نمیرم. میام سفارت و بچهای سفارت صحبت میکنم. پدرم فرصت صحبت کردن با شما رو نداره. اگرم صحبتی دارین تشریف ببرین تهران بکنین. مسئولیت این اهمال کاری هم با تهرانه.
چشم ها کردم، حال عجیبی داشتم. تمام دنیا رو سرم خراب شده بود، تمام آرزوام به باد رفته بود. خدایا من که چیز زیادی نخواسته بودم. دلم میخواست یه بار میکروفون رو به دست بگیرم و برم روی سن فریاد بزنم، دوباره بخونم. خدایا شکرت، اگه دنیا ازم رو برگردونده لااقل یه عروسی دارم که داره برام گریه میکنه. گریه نکن آقا جون، من حالم خوبه. گریه نکن آقا جون، نازن گریه نکن، من حالم خوب. وایسا، من حالم خوبه. یکی به این بگه من حالم خوب. ابرام چطوری؟ خوبم. برو بهش بگو نذاریم برام گریه کنه. به کی آقا جون؟ دخترم، عروسم، نازان. دیدم این ابر بهار برام میباره. واسه شما نمیباره. بس برای کی میباره؟ واسه خودش میباره. مگه خودش چه شده؟ خبر نامزدیش با فات همه جا پیچیده. تو تلویزیونم هم همش دارن اخبارشو نشون میدن. شده شهره شب. بس عشق شوقه. نه آقا جون، حالش گرفته است. اصلا قرار نبود کسی موضوع رو متوجه بشه که الان محبوبیتش پیش طرفداراش از بین میره. الان طرفداراش ریزش میکنن. به نظرم براش خوبه که بدونن شوهر داره. البته اینم بهت بگم، این نازان خانم حق داره. یادت من خودم چقدر خاطر خواه گوگوش بودم تا رفت شوهر کرد از چشم من افتاد. بهت دیگه خود گوگوش؟ بله. برو باهاش حرف بزن، وقتی آروم شد بیارش اینجا. من در مورد فواید ازدواج براش بگم. نصف دینش با ازدواج کامل میشه. ابرام نصف دیگرشو چیکار کنه؟ خب هماشون فلش کن. تو باشو برو از تل نازان درار. برو. میرم آنم. برو درو ببند، پنجره رو ببند، پرده ها رو بکش، باش حرف بزن. ما میریم هتل، مزاحمتون نمیشیم. نه نه ابرام، مثل این که تو بیهوش شدی حواست نیست. ما رو از هتل انداختن بیرون. این نازان خانم لطف کرد، گفت یه چند روزی بیان اینجا. ای خواستم میریم تو حیات که مزاحمشون نشیم. من فردا صبح اول وقت پامشم میرم سفارت، پدر یارو رو در میارم. آتو دارم ازش، بالاخره یه مسئولی چیز اونجا جوابگوه. تو یکی حرف نزن. اصلا ببینم، تو به جای صدای من کار کیو با ما رو نمونه کار دادی؟ اونا کار سنتی میخواستن، صدای مرحوم بستامی. مگه من خودم کم کسی بودم؟ من فقط یه ماه. ای بابا ابراهیم، هزار دفعه تعریف کردی، ول کن دیگه سر جده. فهد تو چرا وایستدی؟ برو الان، نازان از همه چی مهمتره. من با اینا کار دارم. ببین فقط گفتگو یادت نره. آجون گفتگو دیگه خانه چه فایده ای داره؟ فایده داره همون جان، مثل اینکه یاد رفته خودتو زیبا و مسئول همین گفتگوی پدر مادرت این پشت دره بسته. برو همون جان، برو. سلام. حالا چجوری گنده جمعش کنیم؟ تکذیب کن. برو به همه بگو من پرستار بچه‌تم. برو به همه بگو من یه آدم دروغگو احمقم. برو به همه این حرفا رو بزن. به خدا نازن، من دلم نمیخواست این اتفاقا برات بیفته. اصلا میرم الان دست خانواده‌ام میگیرم، از اینجا ورشون میدارم میبرم. فوت، همش تقصیر تو هم نبود. منم نباید قبول میکردم که اون شب اون دروغو بگم. من مطمئنم این کار حاکنه. البته منم مقصرم. نمیدونم چرا من احمق واسه این بازیم. چرا؟ به خاطر من احمق میخواستی به من کمک کنی؟ شایدم به خودم. یعنی چی؟ نمیدونم. تو این مدتی که تو از براک پرستاره میکنی، ما بهت وابسته شدیم. براک عاشق توه. میخواستم یه کاری برات بکنم، ولی من گند زدم توش. اصلا نمیفهمم چما روز اولی که تو واسه
استخدام اومدی و فارسی حرف زدی. منو بردی به دوران بچگی. زبون فارسی منو یاد مادر بزرگم مینداخت که ایرانی بود. مادر بزرگی که با پدر و مادرم از وان را افتادن بیان استانبول منو ببینن. دکتری کوچولوشونا که اومده بود اینجا خواننده بزرگ بشه. اما تصادف کردنه هیچ وقت به استانبول نرسیدن. زندگی تو منو یاد خودم میندازه. واسه همین دلم نمیخواد خانوادت ناامید بشن. روز اولی که دیدمشون حس کردم فامیلمو دیدم. چرا اینا رو به من میگی؟ تو خیلی پسر خوبی هستی. باحالی، خوشتیپی، از همه مهمتر سالمی، صدات خوبه. هیچ دکتری زندگی تو نیست. این خیلی خوبه. براک هم دوست داره. فقط براک؟ نمیتونم. تو یه چیزی رو سر راست به من نمیگی. من حرفم آزادم. تو اگه جای من بودی الان چیکار میکردی؟ نمیذاشتم به پدرم آسیب برسه. اون عاشق موسیقیه. سال هست دنبالشه. ممکنه فردانه باشه. نمیذاشتم آرزی به دلش بمونه. کمکش میکردم. اینجا چی کار میکنی؟ خودت اینجا چی کار میکنی؟ مالی یکی دیگه بپرونتتون. آره؟ فکر کردی من گاگولم نمیفهم. من همه استانبول رو میشناسم. بعد این راست بشیست میگه رو میگیری میزنی نمیگه میاد سراغ من پدر من در میاره؟ مثل سگ زدنم. مولت رو میگیری. عاشق چشم ابروی خواهر من که نیستی؟ چرا؟ عاشق خواهرت. گل خوردی عاشق خواهر منی؟ بلش کن فوت کن. داره آفوت مطلب رو یکم زود گفتم ولی واقعا قصد بدی ندارم. بل کن این حرفا رو. الان یارو زنده است؟ نمیدونی چی کارم کرده. زنده است که زدنم دیگه. خیلی ناراحت شدم. جام میکلو ندادی؟ نه بردمشون هتل. گفتن تصفیه کردین رفتی. بعد که مطمئن شدم من آدرس دیگه ای ندارم بلم کردم. بعدم رفتم در خونتون نبودین. راستش بگین کجا رفته بودین؟ دروغ نگو دروغ نگو. بگو لومون دادی دیگه. ما الان اگه هتل بودیم که اوضاعمون از تو بدتر بود. شهر ما الان بعد چیکار کنم؟ میریم پیش پلیس. پیش پلیس برید خودتونم گیرید. جاتون بودم همین الان جمع می‌کردم می‌رفتم ایران. دیگه اینجا تامین جانی نداری. چون دوست دارم بپیر. او آشغال اینقدر جلوی من لاب نتر کن. هیچی بهش نمیگم. برو گمشو ببینم. آقا فوت خدا وکیلی گفت برو کیف پول پاسپورتا رو بزن زدم. گفت میخوام برم بردمش پیش آدم پرون. گفت میخوام برم تو شهر بردم گردوندمش. الان من دارم بهتون میگم برید اینجا نمونید. پیش پلیس برید خودتونم گیرید. انگار راه دیگه ای نمونده. باشه من برمیگردم. شاید دیگه نیاد. مواظب خودت باش. گام شبین این بابا. آقا برو ولش کن. تو هم حال داری ها؟ چرا بچه مردم میذاری سر کار؟ طول سگی شدی تو هم. خواهر تو هم. آره ولی من چی به خانوادم تو خیابون نمیزنم. من واسه رفتم پول احتیاج داشتم مثل 4 سال پیش تو. تو هم چی به خانواده رو زدی؟ لاغر من میرم ان شاءالله موفق میشم. فکر نکن نمیدونم 4 سال پات از اینجا بیرون نذاشتی. کی بهت گفته؟ خودت دیروز گفتی. آره نذاشتم. به خاطر اینکه آدم بدبخت همه جا بدبخته. چه اینجا چه ایران چه آمریکا. من بدبختم. اینجا هم پامو نتونستم بذارم بیرون. چی میگی تو؟ هاکان بردم. هاکان به شو اندیشه. چلوش. بیدا بس. Benim zor durumda Nazan Hanım. Sen utanmıyor musun? Nazan hoş geldin. Ne yaptığını zannediyorsun? Hayatımı kararttın resmen ya. Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Televizyonlara baksana. Gazeteleri aç oku. Ben kendi elimden nasıl çıktığımı sen biliyor musun? Kameraydı, muhabirdi, bilmem neydi. Medya ordusu kapının önünde kaç gündür başımı şişirdiler. Nazan tamam. O akşam biraz ileri gittim. Ne tamam tamam? Fazla da kaçırmış olabilirim. Yaptığım şeyden pişmanım. Seni seviyorum Nazan. Bak yüzümün halini görüyor musun Nazan? Görüyor musun yüzümün halini? İstesem şikayet ederdim ama etmedim. Şikayet ederdin mi? Maşallah etmemişsin ama daha beterini yaptın. Benim nişanlanma meselesini her yere yaymışsın. Bana bunu da yaptın ya. Benim seninle işim var Hakan. Senin şerefini, haysiyetini mahvedeceğim. Nazan. Dokunma bana! Nazan benim için değerlisin.
zarar görmeni istemiyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimi anla artık. Bak bana yalan söylüyorsun. Herif senin nişanlın falan değil. Ben yalan falan söylemiyorum, tamam mı? Fuat benim nişanlım. Ben onu çok seviyorum. Benimle artık uğraşmıyorsun. Seninle sözleşmeyi falan da iptal ediyoruz. Seni asla çalışmak istemiyorum artık. Ben onu çok seviyorum. اروز نازم با چند از برنامه گذارای کنسرت که میشناخ صحبت کرد. هر دری زد تا برای من یه برنامه جور کنه ولی نشد. هیچ کس واسه یه پیر مرد ناشناس که یه عمریش پخی نشده و هیچ کس واسه یه بلیت هم نمیخره حاضر نیست کاری انجام بده. ای جوانی کجایی؟ اون وقتی که موی بلند داشتم، صورت جوان داشتم، صدای صاف بی خش داشتم، روزگار ازم سر برگردون. الان که یه پیزوری هم کی حاضره واسه من کاری بکنه؟ میگردم همینجا نگردم. فوات گل بینیمه میخوام باشرف بزنیم. بعضی وقتا وقتی همه راه ها بسته است و تو به بنبست رسیدی، ممکنه یه کورسوی امیدی با یه حرف، با یه جمله، با یه قول یا یه وعده دوباره موتورتو روشن کنه ببره جلو. شاید همین دست تقدیر بود که این دفعه از آستین نازان بیرون اومد. اون یه فکری داشت، اجرای کنسرت مشترک، اونم هفته آینده که نازان قرار بود آخرین کنسرتشو توی استانبول اجرا کنه. اون گفت میشه یه هفته تمرین کرد و یه کنسرت مشترک گذاشت. با این که دیگه جونی نداشتم قبول کردم. یه هفته وقت داشتم بجنگم، برم جلو و پیروز شم. میدونستم این آخرین فرصتمه. من برای آخرین شانس آمدم. اون روز طوفان سختی تو استانبول اومد، اما من و نازان تمریناتمون رو شروع کردیم. فقط یه روز به کنسرت مونده بود، یه هفته سخت و اما و اقصام مشکلات پیش اومد. اما این بار قرار نبود که ما تسلیم بشیم و قافیه رو ببازیم. این یه جنگ بود. وای نه دیگه. چی شده؟ چه خبره؟ صبح خیلی هیچی آقا جون، این فرودگاه آتاتورک رو بمب‌گذاری کردن. از خدا رو شکر به ما ربطی نداره. این میشه اتفاقی تو این دنیا بیفته و تو ربط نداشته باشی؟ بابا جون تو رو قرآن خودتو ناراحت نکنی ها، ولی اخبار داره میگه شهر تعطیل فعلا، کنسرت و همه تجمعات فعلا. چه داشتیم کفنه؟ خدایا ترکیه همه انقلاب شد. پلیس ترکیه عوامل بمب‌گذاری و کسایی که توی این ماجرا دست داشتن رو دستگیر کرد. من توی این یه هفته به اندازه 10 سال پیر شدم. یه هفته ماجرا و استرس. دکترها گفتن یه سکته خفیف بوده. اخبار اعلام کرد شهر به حالت عادی برگشته. ولی چه فایده؟ من دیگه به حالت عادی بر نمیگشتم. دکترها گفتن هیجان و استرس برام سنه و باید چند روزی بستری باشم. ما خیلی زحمت کشیدیم. دلم میخواست حتما این کنسرت رو با هم برگزار کنیم. نازن چون تو برو آمده شو واسه کنسرت. ما میمونیم بیش آقا جون. گیت. نمیدونم. جون تو نمیدونم. اماشا. بینی شما. شما یه هفته تمرین کردی یه همچی فرصتی دیگه گیرت نمیاد. برو. ما هستیم شما جون. من بدون ابرام هیچ جا نمیرم امی. من یه هفته تمرین کردم، تازه فهمیدم تو وجود هر کسی که تو کار هنره یه کرمی هست که ممکنه بخوابه، ممکنه یه مدت گم بشه، اما مرگ نداره. اما یه هفته تمرین سخت کردم، من تازه کرمم بیدار شده، تازه فهمیدم هستم، زنده‌ام.
حالا وقت زیاده این کار با ابراهیم شروع شده. من نمیتونم جای خالیشون سنه. Şimdi hastamızı biraz yalnız bırakmanızı rica edeceğim. Ona bir arkesici vuracağım. Dinlensin. İbrahim, bulan şu. İbrahim, şenidem hayli ranj keşidi. İbrahim tatlıyız. Çiye teaccüb kardi? Farsi baladi. Men taraftarı İrani ziyad daram. Biraye hemi Farsi yad gereftam. Aslan baban anlamışım. Paşo, tobet hodi be nazan, be hemi goldadi gavi başi. Tob montezer budi. Paşo İbrahim, paşo. İbrahim. İbrahim. İbrahim kim? İbrahim ku. Uca rafı. İbrahim. İbrahim? İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses? Fuat. Fuat. Merhaba. Fuat. Hadi babacığım. Hadi İbrahim'cığım. Şimdi yaşasın ağabeyim. Babacığım. Nazan ko. Nazan ağacığım rah barı karı konsertleş diye. Çekadı bak mune barı konsert. Yokam ya saati mune. نره برسونیم کنسرت. ولی بابا جان آخه آخه نداره بجامید. تو این ساعت خیابونای استانبول شلوغه. حالم زیاد خوش نیست. ولی هنوز جون دارم. اینو میفهمم. تا کنسرتم زمان زیادی نمونده. فواد به مسئولین بیمارستان صحبت کرد و اونا وقتی ماجرا رو فهمیدن تصمیم گرفتن منو با یه آمبولانس بفرستن محل کنسرت. اینجوری هم میتونستیم سریع‌تر بریم، همین که اونا مراقب حال من باشن. سرامه داره دستتون در میاد. نازان. نازان. ابراهیم. خیلی خوشحالم که رسیدی. گفتم که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه این کنسرت رو به هم بزنه. دخترم. دعوت کردم. آره آره. خب خیلی خب بریم سریع‌تر بریم که تو کنسرت الان شروع میشه. بریم. هدی. Yine sürprize verayet ol. Hadi gidelim, Boro. Ali Bahan Meryem. Hadi gidelim. و هم زیر بارون
ولی چجوری یه پلک زدیم عمرمون گذاشت، چجوری یه نسلیم مطرف کرد، تو نخوندی ما خوندیم دوباره، ولی نه قصه مو فرقی نداره، نه قصه یعنی چی خاطو ببر، حتی با چشان خیسه اش بزن، حتی با چشان خیسه اش بزن. Don't.